اینه لواش میگیریم اصلا کیفیت نداره، بوی خمیر میده، یه روزم بیشتر ماندگاری ندارن. سنگکم که میگیریم از اون بدتره. واقعا هدر رفته منابع آب، انرژی، نیروی کار، واقعا حیفه. من خودم از وجدان میکشم وقتی که نون رو میگیرم بعد مجبورم بنازم تو کیسه زباله. وقتی آردش خرابه من نمیتونم آرد کیفیت مصرف کنم، چجوری نون خوب به مردم بدم؟ دیروز بعد از اون یه دونه خمیرم رو کامل ریختم نون خشک، خب این تلاکوشیت من پایین میاد، پس فردا سهمیه آرد منو کم میکنه. روزی که آرد خرابه خدا وکیلی یه بازرس نمیاد بگه آقا مشکل تو چیه. زمانی که نون خرابه میشه خدا واسه اداره کشاورزی سرمایه‌گذاری میاد، تزیاد میاد. آردای الان که کیفیت ندارن، کیفیتش مثل قدیم نیست، نون هم مثل قدیم در نمیاد. اون حساب مردم شاکی هن که چرا نون قشنگ در نمیاد، در صورتی که آردای کیفیت ندارن مثل قبل. مردم هم فقط گیر میدن به چی؟ به شاطر که چرا نونتون بده، چرا نونتون فرانده. ما گندم وارد میکنن، حالا نمیدونم داخلی هن خارجی هن، هرچی اصلا وقتی خمیرشون میکنی اون حالت تخمیر لازم رو ندارن. مردم ناراضی هن، بعد مثلا موندگاریش پایینه، اکثرا فریزری استفاده میکنن، دوباره قابل استفاده نیست، خوش میشه به هیچ وجه نمیشه خمیرش کنه. هر روز خمیر میزنیم برمیگرده، ناچاران آخرم برمیگرده، نون خوشش میکنم، ضایعات میدم، سفتش میکنیم، میشه این سنگ، نون نمیده، نمک زیاد بهش میدیم، قرص میشه، باز میشه لاستیک، زحمت ما هم بیشتر میشه. از این ور میاد فروشمون کمتر میشه، مشتری ما الان نصف شده نسبت به روز قبل، واقعا نصف شده، مشتری نداره. گندمی که برای تامین آرد بران استفاده میشه با محوریت و اولویت خرید از کشاورزان داخل کشور تهیه میشه. افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته در خصوص خرید گندم داشتیم. حدود 70,000 تن گندم از استانهای دیگه و از انواع گندمهای وارداتی به کشور به استان آوردیم، اختلاط کردیم و برای مصارف آردنان استفاده کردیم تا کیفیت آرد افزایش پیدا بکنه. تقریبا 50% کیفیت نان به آرد مربوطه و 50%ش به مکان نانوایی و نانوایی به واقع حالا به صورت کلی مربوط میشه. حالا مهارت نون رو عرض کردن که دستگاهاش، تجهیزاتش، حالا محیطش، آموزش‌هاش و تمام عواملی که توی یک نونوایی در واقع نقش دارن توی بحث پخت نان، اینها در کیفیت تأثیر میذارن.